کوف کور، قسمت چهارم. نویسنده صادق هدایت، تهیه شده در بنیاد آینه. از اتاقم بیرون رفتم تا شاید کسی را پیدا بکنم که چمدان را همراه من بیاورد. در آن حوالی دیاری دیده نمی شد. کمی دورتر درست دقت کردم، از پشت هوای مهالود پیر مردی را دیدم که قوز کرده و زیر یک درخت سرو نشسته بود. صورتش را با شال گردن پهنی پیچیده بود، دیده نمی شد. آهسته نزدیک او رفتم. هنوز چیزی نگفته بودم، پیرمرد خنده دورگه خشک و زننده‌ای کرد به طوری که موهای تنم راست شد و گفت: اگر حمال می‌خواستی من خودم حاضرم. آن یک کالسکه نشکش هم دارم. من هر روز مرده‌ها را می‌برم شاه عبدالعظیم خاک می‌سپارم. من تابوتم می‌سازم، به اندازه هر کسی تابوت دارم، به طوری که مو نمیزنه. من خودم حاضرم همین الان. قهقه خندید به طوری که شانه هایش میلرزید. من با دست اشاره به سمت خانه‌ام کردم، ولی او فرصت حرف زدن به من نداد و گفت: لازم نیست، من خونه تو رو بلدم همین الان. هان از سر جایش بلند شد. من به طرف خانه‌ام برگشتم، رفتم در اتاقم و چمدان مرده را به زحمت تا دم در آوردم. دیدم یک کالسکه نشکش کهنه و اسقاط دم در است که به آن دو اسب سیاه لاغر مثل تشریح بسته شده بود. پیرمرد قوز کرده آن بالا روی نشیمن نشسته بود و یک شلاق بلند در دست داشت، ولی اصلا بر نگشت به طرف من نگاه بکند. چمدان را به زحمت در درون کالسکه گذاشتم که میانش جای مخصوصی برای تابوت بود. خودم هم رفتم بالا، میان جای تابوت دراز کشیدم و سرم را روی لبه آن گذاشتم تا بتوانم اطراف را ببینم. بعد چمدان را روی سینه ام لغزانیدم و با دو دستم محکم نگه داشتم. شلاق در هوا صدا کرد. اسب‌ها نفس زنان به راه افتادند. از بینی آنها بخار نفسشان مثل لوله دود در هوای بارانی دیده می‌شد و خیس‌های بلند و ملایمی برمی‌داشتند. دست‌های لاغر بلند آنها مثل دزدی که طبق قانون انگشت‌هایش را بریده و در روغن داغ کرده فرو کرده باشند، آهسته بلند و بی صدا روی زمین گذاشته می شد. صدای زنگوله های گردن آنها در هوای مرطوب به آهنگ مخصوصی مترنم بود. یک نوع راحتی بی دلیل و ناگفتنی سر تا پای مرا گرفته بود، به طوری که از حرکت کالسکه نشکش آب تو دلم تکان نمی خورد. فقط سنگینی چمدان را روی قفسه سینه ام حس می کردم. مرده او، نعش او مثل این بود که همیشه این وزن روی سینه مرا فشار می داده. مه غلیظ اطراف جاده را گرفته بود. کالسکه با سرعت و راحتی مخصوصی از کوه و دشت و رودخانه می گذشت. اطراف من یک چشمانداز جدید
و بیمانندی پیدا بود که نه در خواب و نه در بیداری دیده بودم. کوههای بریده بریده، درختهای عجیب و غریب توسری خورده، نفرین زده از دو جانب جاده پیدا، که از لابلای آن خانه های خاکستری رنگ به اشکال سگوشه، مکعب و منشور با پنجره های کوتاه و تاریک بدون شیشه دیده می شد. این پنجره ها به چشم های گیج کسی که تب هذیانی داشته باشد شبیه بود. نمی دانم دیوارها با خودشان چه داشتند که سرما و برودت را تا قلب انسان انتقال می دادن. مثل این بود که هرگز یک موجود زنده نمی توانست در این خانه ها مسکن داشته باشد. شاید برای سایه موجودات اسیری این خانه ها درست شده بود. گویا کالسکچی مرا از جاده مخصوصی و یا از بیراهه می برد. بعضی جاها فقط تنه های بریده و درخت های کج و کوله دور جاده را گرفته بودند و پشت آنها خانه های پست و بلند به شکل های هندسی، مخروطی، مخروط ناقص با پنجره های باریک و کج دیده می شد که گل های نیلوفر کبود از لای آنها در آمده بود و از در و دیوار بالا می رفت. این منظره یک مرتبه پشت مه غلیظ ناپدید شد. ابرهای سنگین باردار قله کوه‌ها را در میان گرفته می فشردند و نم نم باران مانند گرد و غبار ویلان و بی تکلیف در هوا پراکنده شده بود. بعد از آن که مدت‌ها رفتیم، نزدیک یک کوه بلند بی آب و علف کالسکه نعشکش نگه داشت. من چمدان را از روی سینه ام لغزانیدم و بلند شدم. پشت کوه یک محوطه خلوت آرام و باصفا بود، یک جایی که هرگز ندیده بودم و نمی شناختم، ولی به نظرم آشنا آمد. مثل این که خارج از تصور من نبود. روی زمین از بوته‌های نیلوفر کبود بیبو پوشیده شده بود. به نظر می آمد که تاکنون کسی پایش را در این محل نگذاشته بود. من چمدان را روی زمین گذاشتم. پیرمرد کالسکچی رویش را برگردانید و گفت: اینجا نزدیک شاه عبدالعظیمه، جایی بهتر از این برات پیدا نمیشه. برنده پر نمیزنه. آن من دست کردم جیبم کرایه کالسکچی رو بپردازم. دو قران و یک عباسی بیشتر توی جیبم نبود. کالسکچی خنده خشک زنندهی کرد و گفت: قابلی نداره، بد میگیرم، خونت رو بلدم، دیگه با من کاری نداشتین. آن همینقدر بدون که در قبر کنی من بی سر رشته نیستم. آن خجالت نداره، بریم همینجا نزدیک رودخونه کنار درخت سرو یه گودال به اندازه چمدون برات میکنم و میروم. پیرمرد با چالاکی مخصوص که من نمیتوانستم تصورش را بکنم از نشیمن خود پایین جست. من چمدان را برداشتم و دو نفری رفتیم کنار تنه درختی که پهلوی رودخانه خشکی بود. او گفت: همینجا خوبه؟ و بی آنکه منتظر جواب من بشود با بیلچه و کلنگی که همراه داشت مشغول کندن شد. من چمدان را زمین گذاشتم و سر جای خودم مات ایستاده بودم.
پیرمرد با پشت خمیده و چالاکی آدم کهنه‌کاری مشغول بود. در ضمن کندوکاف چیزی شبیه کوزه لعابی پیدا کرد. آن را در دستمال چرکی پیچید. بلند شد و گفت: این هم گودال هان؟ درست به اندازه چمدونه، مو نمیزنه هان؟ من دست کردم جیبم که مزدش را بدهم. دو قران و یک عباسی بیشتر نداشتم. پیرمرد خنده خشک چندشنگیزی کرد و گفت: نمیخواد، قابلی نداره، من خونتو بلدم آن. وانگهی عوض مزدم من یه کوزه پیدا کردم، یه گلدون راقه، مال شهر قدیم ری هان. بعد با هیکل خمیده قوس کردهش میخندید، به طوری که شانه هایش میلرسید. کوزه را که میان دستمال چرکی بسته بود زیر بغلش گرفته بود و به طرف کالسکه نعشکش رفت و با چالاکی مخصوصی بالای نشیمن قرار گرفت. شلاق در هوا صدا کرد، اسب‌ها نفس زنان به راه افتادند، صدای زنگوله گردن آنها در هوای مرطوب به آهنگ مخصوصی مترنم بود و کم کم پشت توده مه از چشم من ناپدید شد. همین که تنها ماندم نفس راحتی کشیدم، مثل این بود که بار سنگینی از روی سینه ام برداشته شد و آرامش گوارایی سر تا پایم را فرا گرفت. دور خودم را نگاه کردم. اینجا محبته کوچکی بود که میان تپه‌ها و کوه‌های کبود گیر کرده بود. روی یک رشته کوه آثار و بناهای قدیمی با خشت‌های کلفت و یک رودخانه خشک در آن نزدیکی دیده می‌شد. این محل دنج، دورافتاده و بی سر و صدا بود. من از ته دل خوشحال بودم و پیش خودم فکر کردم این چشم‌های درشت وقتی که از خواب زمینی بیدار می‌شد جایی به فراخور ساختمان و قیافه اش پیدا می‌کرد. وانگهی می‌بایستی که او دور از سایر مردم، دور از مرده دیگران باشد، همانطوری که در زندگیش دور از زندگی دیگران بود. چمدان را با احتیاط برداشتم و میان گودال گذاشتم. گودال درست به اندازه چمدان بود، مو نمی زد. ولی برای آخرین بار خواستم فقط یک بار در آن، در چمدان نگاه کنم. دور خودم را نگاه کردم، دیاری دیده نمی شد. کلید را از جیبم درآوردم و در چمدان را باز کردم، اما وقتی که گوشه لباس سیاه او را پس زدم، در میان خون دلم شده و کرمهایی که در آن میلولیدند دو چشم درشت سیاه دیدم که بدون حالت رک زده به من نگاه میکرد و زندگی من ته این چشمها غرق شده بود. به تعجیل در چمدان را بستم و خاک رویش ریختم. بعد با لگد خاک را محکم کردم. رفتم از بوته‌های نیلوفر کبود بیبو آوردم و روی خاکش نشا کردم. بعد قلب سنگ و شن آوردم و رویش پاشیدم تا اثر قبر به کلی محو بشود، به طوری که هیچ کس نتواند آن را تمیز بدهد. به قدری خوب این کار را انجام دادم که خودم هم نمیتوانستم قبر او را از باقی زمین تشخیص بدهم. کارم که تمام شد نگاهی به خودم انداختم، دیدم لباسم خاک‌آلوده، پاره و خون لخته شده سیاهی به آن چسبیده بود. دو مگس زنبور طلایی دورم پرواز می‌کردند و کرم‌های کوچکی به تنم چسبیده بود که در هم میلولیدند. خواستم لکه خون روی دامن لباسم را پاک کنم، اما هرچه آستینم را با آب دهن تر می کردم و
رویش میمالیدم، لکه خون بدتر میدوانید و غلیظتر میشد، به طوری که به تمام تنم نشت میکرد و سرمای لزج خون را روی تنم حس کردم. نزدیک غروب بود، نم نم باران میآمد. من بی اراده رد چرخ کالسکه نشکش را گرفتم و راه افتادم. همین که هوا تاریک شد، جای چرخ کالسکه نشکش را گم کردم. بی مقصد، بی فکر و بی اراده در تاریکی غلیظ متراکم آهسته راه می رفتم و نمی دانستم که به کجا خواهم رسید، چون بعد از او، بعد از آن که آن چشمهای درشت را در میان خون دلمه شده دیده بودم، در شب تاریکی، در شب عمیقی که سر تا سر زندگی مرا فرا گرفته بود راه می رفتم. چون دو چشمی که به منزله چراغ آن بود برای همیشه خاموش شده بود و در این صورت برایم یکسان بود که به مکان و مأوایی برسم یا هرگز نرسم. سکوت کامل فرمان روایی داشت. به نظرم آمد که همه مرا ترک کرده بودند. به موجودات بی جان پناه بردم. رابطه بین من و جریان طبیعت، بین من و تاریکی عمیقی که در روح من پایین آمده بود تولید شده بود. این سکوت یک جور زبانی است که ما نمی فهمیم. از شدت کیف سرم گیج رفت، حالت غیب من دست داد و پاهایم سست شد. خستگی بی پایانی در خودم حس کردم. رفتم در قبرستان کنار جاده، روی سنگ قبری نشستم، سرم را میان دو دستم گرفتم و به حال خودم حیران بودم. ناگهان صدای خنده خشک زننده‌ای مرا به خودم آورد. رویم را برگردانیدم، دیدم هیکلی که سر و رویش را با شال گردن پیچیده بود پهلویم نشسته بود و چیزی در دستمال بسته زیر بغلش بود. رویش را به من کرد و گفت: حتما تو میخواستی شهر بری، راه و گم کردی هان. لابد با خودت میگی این وقت شب من تو قبرستون چه کار دارم؟ اما نترس، سر و کار من با مرده هاست، شغلم گورکنیست، بد کاری نیست هان. من تمام راه و چاهای اینجا رو بلدم. مثلا امروز رفتم یه قبر بکنم، این گلدون از زیر خاک در اومد. میدونی؟ گلدون راقه، مال شهر قدیم ری هان. اصلا قابلی نداره. من این کوزه رو به تو میدم، به یادگار من داشته باش. من دست کردم در جیبم، دو قران و یک عباسی در آوردم. پیرمرد با خنده خشک چندشنگیزش گفت: هرگز، قابلی نداره. من تو رو میشناسم، خونت رو هم بلدم. همین بغل من یه کالسکه نشکش دارم، بیا تو رو به خونت برسونم هان. دو قدم راست. کوزه رو در دامن من گذاشت و بلند شد. از زور خنده شانه هایش می لرزید. من کوزه را برداشتم و دنبال هیکل قوز کرده پیرمرد افتادم. سر پیچ جاده یک کالسکه نشکش لکنته با دو اسب سیاه لاغر ایستاده بود. پیرمرد با چالاکی مخصوصی رفت بالای نشیمن نشست و من هم رفتم درون کالسکه. میان جای مخصوصی که برای تابوت درست شده بود دراز کشیدم و سرم را روی لبه بلند آن گذاشتم، برای اینکه اطراف خودم را بتوانم ببینم. کوزه را روی سینه‌ام گذاشتم و با دستم آن را نگه داشتم. شلاق در هوا صدا کرد.
از پا نفسنان به راه افتادند. خیزهای بلند و ملایم برمی داشتند. پاهای آنها آهسته و بی صدا روی زمین گذاشته می شد. صدای زنگوله گردن آنها در هوای مرطوب به آهنگ مخصوصی مترنم بود. از پشت ابر ستاره ها مثل حدقه چشم های براقی که از میان خون دلمه شده سیاه بیرون آمده باشد روی زمین را نگاه می کردند. آسایش گوارایی سر تا پایم را فرا گرفت. فقط گلدان مثل وزن جسد مرده‌ای روی سینه مرا فشار می‌داد. درخت‌های پیش در پیچ با شاخه‌های کج و کوله مثل این بود که در تاریکی از ترس اینکه مبادا بلغزند و زمین بخورند دست یکدیگر را گرفته بودند. خانه‌های عجیب و غریب به شکل‌های بریده هندسی با پنجره‌های متروک سیاه کنار جاده رج کشیده بودند، ولی بدنه دیوار این خانه مانند کرم شبتاب تشعشع کدر و ناخوشی از خود متساعد می‌کرد. درخت‌ها به حالت ترسناکی دسته دسته ردیف ردیف می‌گذشتند و از پی هم فرار می‌کردند، ولی به نظر می آمد که ساقه نیلوفرها توی پای آنها می پیچند و زمین می خورند. بوی مرده، بوی گوشت تجزیه شده همه جان مرا فرا گرفته بود. گویا بوی مرده همیشه به جسم من فرو رفته بود و همه عمرم من در یک تابوت سیاه خوابیده بودم و یک نفر پیرمرد قوزی که صورتش را نمی دیدم مرا میان مه و سایه های گذرنده می گردانید. کالسکه نشکش ایستاد. من کوزه را برداشتم و از کالسکه پایین جستم. جلوی در خانه ام بودم. به تعجیل وارد اتاقم شدم. کوزه را روی میز گذاشتم. رفتم قوطی حلبی، همان قوطی حلبی که قلکم بود و در پستوی اتاقم قایم کرده بودم، برداشتم آمدم دم در که به جای مزد قوطی را به پیرمرد کالسکچی بدهم، ولی او غیبش زده بود. اثری از آثار او و کالسکش دیده نمی شد. دوباره مأیوس به اتاقم برگشتم. چراغ را روشن کردم. کوزه را از میان دستمال بیرون آوردم. خاک روی آن را با آستینم پاک کردم. کوزه لعاب شفاف قدیمی بنفش داشت که به رنگ زنبور طلایی خرد شده در آمده بود و یک طرف تنه آن به شکل لوزی حاشیه ای از نیلوفر کبود رنگ داشت و میان حاشیه لوزی صورت او صورت زنی کشیده شده بود که چشمهایش سیاه درشت، چشمهای درشتر از معمول، چشمهای سرزنش دهنده داشت. مثل اینکه از من گناههای پوزش ناپذیری سرزده بود که خودم نمی دانستم. چشمهای افسونگر که در این حال مضطرب و متعجب، تهدید کننده و وعده دهنده بود. این چشم ها می ترسید و جذب می کرد و یک پرتو ماوراء طبیعی مست کننده در ته آن می درخشید. گونه های برجسته، پیشانی بلند، ابروهای باریک به هم پیوسته، لبهای گوشتالوی نیمه باز و موهای نامرتب داشت که یک رشته از آن روی شقیقه هایش چسبیده بود. تصویری را که دیشب از روی او کشیده بودم از توی قوطی حلبی بیرون آوردم مقابله کردم. با نقاشی روی کوزه ذره‌ای فرق نداشت. مثل اینکه عکس یکدیگر بودند. هر دوی آنها یکی و اصلاً کار یک نقاش بدبخت روی قلمدان ساز بود. شاید روح نقاش کوزه در موقع کشیدن در من حلول کرده بود و دست من به اختیار او در آمده بود.
آنها را نمی‌شد از هم تشخیص داد. فقط نقاشی من روی کاغذ بود، در صورتی که نقاشی روی کوزه لعاب شفاف قدیمی داشت که روح مرموز، یک روح غریب غیر معمولی به این تصویر داده بود و شراره روح شروری در ته چشمش می درخشید. نه، باور کردنی نبود.